نه ما از خداوند دار لذا کس از خداوند مرگ میخوایم، خدا مرگ بده دیگه چی نمیخوایم از خداوند. نازی جهت طرف چه از طور کرد مرا شفاخانه امرجنسی بود مرگ طرف چیست پروخشتی چی جام کدی؟ بوتل هست بوتل هست امو تروان که مرا زده سلام هموطنان عزیز بیننده های خوب آبی میدیا خوش آمدید به یکی دیگر از گزارش های داغ ما گزارش داغ ما امشب منعکس بر وضعیت جاری شبهای کابل است در شبهای کابل چی میگذرد؟ من دنبال ماجرایی هستم که روایت پنهانی شبهای کابل را به تصویر بکشد مرا دنبال کنید تا آن ماجرا را پیدا کنم مرا دنبال کنید تا او ماجرای پنهانی شبهای کابل را پیدا کنم و به تصویر بکشم اینجا چارایی حاجی یعقوب است ساعت 7:30 شب است و ماجراهای پنهانی شبهای کابل دردناک و فاجعه انگیز است اطفال کار، کودکان سرما خورده، معتادان، زنان، کودکان همه در جاده ها ریختند و کار میکنند ما را دنبال کنید تا اینها را پیدا کنیم سلام علیکم مانده نباشید کجا میری بخیر؟ مار طرف چیست؟ پروخشتی چی جام کدی؟ بوتل هست بوتل هست؟ یا خودت معتاد هستی؟ بله عمل استفاده میتونی؟ بله چقدر دیر شده که عمل استفاده میتونی؟ 22 سال میشه 22 سال؟ کجا میبری بازیاره؟ پروخشتی میبرم مفروشی؟ آه امروز استفاده کدی مواد؟ امروز آه چقدر استفاده کدی؟ تقریباً به 50 روپیه 50 روپیه؟ از امی پیسه از فروختن امی بله. خب اگر مواد نبیافی و نتونی چیزی بفروشی باز چه رقم میکنی؟ والا دیگه راست تا بگو جانم درد میگره سوانه تمام چیز مرضی از وجود من وقت میاد دیگه نمیتونم راه برم نمیتونم نان بخورم نمیتونم بگردم وقت تا فکرت ایمه که بری دزدی کنی سرقت کنی یا تا فکرت میه راست والا اگر کار اگر نباشد اگر کار باشد نه اگر کار نباشه باز دلت میشه که بری سرقت کنی مجبور سرقت کنم تو هنوز کدام لحظه را یاد داری که تو یک چیزی را دزدی کرده باشی بعدا پشیمان شده باشی تمام کارهای بد پشیمانی داره من که یک انسان من چیزا رو درک میکنم هر کاری بد یک پشیمانی داره امید به زندگی داری که جور شوی دوباره والا خود جانم نه امید نداری نه ما از خداوند دار لذا کس از خداوند مرگ میخوایم خدا مرگ بده دیگه هیچ چیز نمیخوایم از خداوند معتادی که از خداوند مرگ میخواید و هیچ امیدی نداره این است روایت پنهانی شبهای کابل از خداوند ناامید نباش شیطان ناامید است درست است؟ پر دنبال کارت این روایت های پنهانی درد و شبهای کابل دردانگیز و غمانگیز است ما را دنبال کنین تا این روایت های تلخ و غمانگیز را به تصویر بکشیم و به صدای مردم و به گوش مردم و دولت صدایشان را برسانه سلام علیکم اوی نام خدا فکر میکنم اون ماجرای تلخ و دردانگیز شبهای کابل را که دنبالش هستیم را یافتم کودکی که نمیدانم چند ساله است نامک چی است؟ عدیل عدیل جان خنک خوردی؟ چند ساله هستی؟ 8 8 ساله چی میکنی؟ کتاب مفروشم کتاب مفروشی؟ امروز چقدر کتاب فروختی؟ 8 تا هیچ تا نفروختی؟ در این وقت شب در اینجا تنها باز نمیترسی؟ کودک 7 ساله ای که در این وقت شب سودام نکرده چیزی و نمیترسم مرا دنبال کنین در یک جای مناسب قرار میگیریم تا این سرما خورده و یک جای مناسب تر با این حرف بزنیم مرا دنبال کنیم بیاین که یک جای سعی بشینیم بشینم اینجا عدیل جان گفتی 8 ساله هستی چقدر میشه کار میکنی؟ 1 سال 2 سال میشه یک سال 2 سال میشه کار میکنی؟ یعنی تو از 6 سالگی کار میکنی؟ آه خانه تان کجا هست؟ دیاروان قرغه باز چه رقم میری تا قرغه؟
در موتر میرم. اینجا چارایی آجی یعقوب است و تا قرقه خانه شما است. باز هر شب رفت آمد میکنی؟ آه. نمیترسی؟ این کتاب ها را باز میخرن از پیشت؟ آه. بیار ببینم کتاب هایی تا. خودت هم میتونی کتاب بخونی؟ تو بخونی کتاب برای من؟ مجره های دریای سنباد. پس بخونم این را بینینده های ما درست بشنون. مجره های دریای سنباد. کتابی در دست داره که میخوایی را بفروشن و از این نان پیدا کنن. طفل 8 ساله است. این کتاب نوشته است ماجره های دریایی سنباد. خوب خواندی ماشالله. پشتو هم میفهمی؟ نمیفهمی پشتو. این کتاب را میفهمی چی نوشته است؟ آه. چی نوشته است؟ اسلام علیم. نام خدا. صنف چند مکتب هستی؟ صنف 3. صنف 3 هستی؟ چندم نمره هستی؟ 2. در خانه چند نفر هستی؟ 7. 7 نفر هستی؟ کی کار میکنه در خانه؟ یکی پدر مسته کرد یکی من. پدر چی کار میکنه؟ کراچیونی. مرا یخ زده. تو رو یخ نزده؟ نزده مرا. خانه کرایی هست از شما؟ آه. دیگه دوستایت، رفیقایت و همسنایت که میبینی چی فکر میکنی؟ چه احساس پیدا میکنی؟ چیز نه. کودکی هست که تا هنوز احساسش رو نمیتونه تحلیل بکنه. کودکی است که سرما خورده و در روی جاده تا این وقت شب از راه دور آمده و کتاب میفروشد برای لقمنانی که به خانواده 6 نفری ببرد. عدیل جان قند، این کتاب های تا هم کمی فرسوده شده، کونه شده. دباره ازی بگو، ایار از کجا میخری؟ از شهر. بیشتر وقتی از راه آمدیم تا اینجا گفتی کتاب های ما یادم رفت. چی گفتی؟ گفتی کتاب های ما پیش مجید مال چی کده؟ باز ما یادم رفت. در پیش مجید مال که کار میکنه منه اوجا بچه ها تا چیرو میکنه کندش میکنه. بچه ها میکنن؟ آه. سنشان از تو کده کلان است؟ آه. چی کار میکنن اون بچه ها؟ با ما ساجق مفروشن تو مست مترشی میکنن. تو یعنی حتی نمیتونی کتاب های تا درست بفروشی؟ آه. عدیل جان، مرم اینجا یخ زده. من مطمئن هستم تو هم سرما خوردی. خانه تان در زمستان گرم است یا سرد؟ سرد هم از گرم. چی ماندی در خانه؟ بخاری ماندین یا صندلی؟ صندلی. زغال دارین؟ عدیل جان، بر ما و بر بیننده های عزیز یک داستان میدانی بخانی از این کتابایی؟ یک جایی را که آسان باشه برای خودت پیدا کنی و می زبان قشنگت بخون برای دیگه. هر جایی که می فهمی می دانی. ایره می فهمی؟ اولین سفر دریایی؟ اولین سفر دریایی. خب از این کتابا نمیتونی جایش بخونی؟ یا خطای چیچه هسته از دری از اون کتاب های مکتب. از کتاب های خودت هم میفهمی؟ آه. از مکتب اون کسته. طفلی که کتاب ها را با آغوش کشیده و در این سردی هوا در جاده ها است، نمیداند محتوا و متن این کتاب از چی بحث میکنند و این پیام حامل چه موضوعی است، اما با آغوشش کشیده و میخواید اینا بفروشه و لقمنانی به خانه ببره، پیسه به خانه ببره. پس این ما هستیم که در مقابل شما مسئول هستیم. عدیل جان، یک چیزی که در ذهن ما آمد، تو طفلک خرد کودک هستی، فعلا تو گفتی 8 ساله و 7 ساله هستی، تو هنوز در جاده کسی تو را لط کده یا کسی اذیتت کده؟ آه، زیاد میکنم. یک خاطره تا قصه کنم و خاطره آره. یک روز این طرف میآورم سرخ و کاکا به کلکی گوش میرفت، او طرف میرفت و موتر زده. موتر زده؟ وقتی که موتر زده اوگار شدی؟ زیاد اوگار شده بودی؟ آنی پایم اوگار شده بود. باز موتروان استاد نکرد؟ نه رفت. بازی جا اکتر رفت چه استاد کرد
مرا شفاخانه امرجنسی بود. در کراچی؟ نه، در سراچه. در سراچه. امی خاطره بعد از زندگیت است؟ فکر میکنی عدل جان مقصر کی است؟ گناهگار کی است که وقتی تو دهی حالت دهی هوای سرد می کتاب مفروشی بعد تو را موتر میزنه و تو را موتروان هم فرار میکنه و تو را دیگه کس میبره شفاخانه، مقصر کیست؟ موتروان که مرا زده. عدل جان، من برادرک های خورد دارم، وقتی تو را دیدم تو هم یک برادرک خوردم هستی، درست است؟ قبول داری که ملالایت باشم؟ نام من حافظ سید مشتاق موحد است، نام تو عدیل، درست است؟ ما تو رفیق می باشیم، کتابکایتان بخوان، کارتان بکو. و هموطنه عزیز، برنامه جاده انسانیت آبی میدیا را دنبال کنید. بانو فرزانه نوابی و آقای ظاهر سنگر برنامه جاده انسانیت آبی میدیا را پیش می برند. دنبال بکنید تا از اینطور اطفال و کودکان کارگر و روی جاده و نیازمندان حمایت کرده بتانین. ما را همیشه بیننده باشین. داینده میخوایی چی شوی؟ داینده پلیس. دوست داری پلیس شوی؟ چرا میخوایی پلیس شوی؟ با وطن خود کمک کنم. میخوایی پلیس شوی و وطن خود کمک کنی؟ آفرین بر همتت، قهرمان کوچک. عدل جان، خواستت از مردم ما چی است؟ مردم ما کتاب بخونه، مطالعه کنه، کتابای مرا بخونه. اینی نام خدا، قهرمان کوچک پیامی به اندازه دنیا داد، گفت خواستم از مردم می است که کتاب بخونن، مطالعه بکنن، کتابای مرا بخونن. عدل جان، حالا مرا اجازه میتی بریم؟ هوا سرد است، تو هم برو زود خانه برسان خدا، که رای تو هم دور است و هوا هم سرد است. دوستای ما از برنامه جاده انسانیت حتما هویت تو را، معلومات تو را گرفتن و در ختم برنامه با تو حرف میزنن، به زودی به کمک تو انشالله ما میایم، درست است؟ هموطنان عزیز، این ماجرای داغ و روایت پنهانی شبهای کابل بود که به تصویر کشیدیم. من مطمئن هستم که از این که در تلختر، از این که دردمندتر روایتی وجود ندارد. کودک 8 ساله با یک دنیا حرف و پیام و درد اینجا لرزه گرفتش، با ما سر خورد. این بود گزارش داغ از شبهای کابل. تا گزارش داغ دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. برنامه‌ها و گزارش‌های دیگر ما را نیز دنبال کنید. خدا نگهدار.